نیروگاهی کوچک که از امواج خروشان دریا برق تولید میکنند. ما اگر یک شناوری داشته باشیم که از این شناور با امواج حرکت رفت و برگشت عمودی داشته باشن، ما میتونیم این حرکت رفت و برگشت رو به یک سیستم مکانیکی انتقال بدیم. از این سیستم ما میتونیم استحصال انرژی و تبدیل به برق بکنیم. هرچند تئوری فناوری استحصال انرژی از امواج دریا ساده به نظر میرسد، اما در عمل پیچیدگی‌های فنی آن موجب شده تا دستیابی به آن در مقیاس صنعتی دشوار باشد. ساختار کلی سیستم یه بحثی بوده که خب توی تمام جهان داره استفاده میشه، فقط بحث پروفیل شناور هست و اینکه بتونیم در واقع با راهکارهای مختلفی که داریم بازدهی سیستم رو ببریم بالا. اون مجموعه‌ای که نتونستن به طور جدی این کار رو ادامه بدن، عمده بس روی بازدهی سیستم بوده و همین بحث پروفیل شناورش. ما در امواج مختلف دو نوع انرژی داریم، یکی انرژی نوسانی شناور که حرکت قائم هست، و یکی هم از طریق انرژی جریانات امواج که برخورد میکنه به شناور. این دو انرژی باید به نحوی سیستم طراحی بشه که کاملا جذب بشه. انرژی دوم که انرژی جریانات امواج هست، از طریق این پروفیل و این زاویه‌ای که به این منحنی داده شده جذب میشه. طول این زاویه، شعاع این زاویه بسیار مهم هست در نحوه و راندمان جذب انرژی مبدل های انرژی. این سیستم به دلیل ساختار مکانیک تقریبا میشه گفت مکانیکیش خیلی در واقع تعمیرات اساسی خاصی نمیخواد. تولید آب شیرین هم از دیگر مزایای استفاده از این فناوری است. یک سامانی رو پیشنهاد دادیم که تو اون در واقع بتونیم فشاری که از حرکت امواج دریا به دست میاریم رو ببریم تو سامانه اسموز معکوس و با اون بتونیم آب شیرین تولید بکنیم، و بنابراین مشکل اساسی کشور ما خصوصا باز تو منطقه جنوب که و نزدیک دریا که مشکل اساسی با مسئله آب شیرین داریم و خب آب شور خیلی زیادی داریم ولی عملا آب شیرین در دسترس نداریم، باید با هزینه زیادی باز آب رو از مناطق مرکزی ایران ببریم به سمت جنوب، غالبا باز این مشکل رو هم برطرف خواهد کرد. قرار است محققان دانشگاه علم و صنعت به زودی نمونه نیمه صنعتی مبدل انرژی خلیج فارس را با توان 10 کیلووات در یکی از جزایر خلیج فارس نصب کنند.